سلام دوباره به بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم در آینده نزدیک مجهزتر باشم و بتونم ویدیوهای خیلی بهتری برای شما تهیه کنم. متاسفانه ریکوردینگ یوتیوبم کار نمیکنه. دیجیتال کامرام خیلی ایزی نیست. در هر جهت در این سگمنت میخوام صحبت کنم کمی از منافع مدیتیشن. ما دائم در حال سیگنال دادنی، مثل رادیو، یا هم مثل رادیوییم هم مثل آنتن رادیو همزمان، دائم در حال سیگنال دادنیم و سیگنال گرفتن، و این جزء از طبیعت ماست که دائم این کارو میکنیم. اون چیزی که سیگنال میده به یونیورس ما، به محیط ما، احساسات ما هستن و افکار ما. اصلا از احساسات ما این سیگنال داده میشه، افکار ما اون احساسات رو یا تقویت میده یا تقویت نمیده، بنا به اینکه افکارمون رو چه جهتی هست، اون احساسات ما رو صداشو بیشتر یا کمتر میکنه. ولی احساسات ما هست که سیگنال میده. یه کاری که مدیتیشن میکنه اینه که وقتی که فکر آرومه یا تمرکز روی یک چیز، یه مقدار این سیگنال دادن رو آروم میکنه، آهسته میکنه یا به کل استاپش میده. و این خیلی منفعت داره برای زمانایی که ما شرایط خوبی نداریم، چون اون چیزایی که شما به خودتون دارید جذب میکنید از نتیجه سیگنال هایی که از احساسات شما داره بروز میده، و اون چیزی هم که داره خودش رو به شما نشون میده در زندگیتون، در محیطتون، از همون احساسات درون و سیگنال هایی که داره از شما داده میشه، و یونیورس ریسپاند میده. اون سیگنال که شما بیرون میدید، یونیورس جواب میده، چون یونیورس غرور نداره، قضاوت نمیکنه به خوب و بد. هر اون فرکانسی که شما بیرون میدید جواب میده یونیورس. مثل موج رادیوس، شما رو هر موجی رادیو رو بذارید، اون صدا رو از اون موج میگیرید. بعد نمیتونید مثلا اگر رو موج شادی میخواین، نمیتونید رو موج مثل رادیو، اگه مثلا رو موج شماره 99 بذارید، نمیتونید توقع داشته باشید اون صدایی رو بشنوید که از موج مثلا 90.7 میاد. یه رادیو استیشن هست 97.7. نمیتونید توقع داشته باشید روی موج رادیو که هستید یک موج دیگه رادیو رو بشنوید. شما اون موجی رو میشنوید که روش دارید خودتون رو الائن میکنین، خودتون رو دارید باش وقف میدید، که همون احساسات درونتونه. وقتی مدیتیت میکنید، این سیگنال یه مقدار سلو داون میشه و استاپ پیدا میکنه. فرصتی میده که شما یه کمی حالت نفس بکشید و ری ادجاست کنین فرکانسیتون رو. مثل همین که فرصتی به شما داده میشه که مثل این که رادیو رو خاموش کنین و از نو رادیو رو که روشن میکنید رو فرکانس متفاوتی باشه. مدیتیشن یه همچین حالتی داره، برای همین خیلی مفیده که حدود روز 20 دقیقه که مدیتیت بکنید، میتونید تمرکز کنید رو ضربان قلب، رو نفستون. روش های خیلی متفاوت هست، روی موزیک ملایم. میتونید ذکر بگید. ذکر گفتن خیلی مفیده، چون ذکر گفتن هم فکر آروم میکنه، هم خودتون رو مچ میکنید به اون فرکانس ذکری که میگید. که یکی از ذکرهایی که من پیشنهاد میکنم به اکثرا اینه که بگید دریافت میکنم نور خدا رو. و مدیتیشن این کار میکنه که سیگنال ها رو استاپ میده، به شما یه فرصت نفس میده که سیگنال هاتون رو تغییر بدید، موجتون رو و فرکانسیتون رو تغییر بدید. فرکانسی و موج و اون سیگنال هایی که میدین وقتی تغییر پیدا میکنه، شرایط زندگیتون هم یواش یواش تغییر پیدا میکنه. که این باید با همراهی با افکارتون هم باشه، ولی به مرور کمک میکنه. یکی از منافع مدیتیشن، غیر از که به جسم فیزیکی هم منفعت میده، یکی از منافع خیلی بزرگش اینه که فرصتی به شما میده که فرکانسیتون رو تغییر بدید، و با تغییر فرکانسی شرایطتون رو تغییر کنید بدید و بهتر باشه. تا ویدیوی بعدی، قربان شما، شاد و تندرست باشید.